با درود. ماشین کشتار ولایت فقیه در چند روز اخیر دست به کشتار وحشیانه ای زد و در روزهای ششم و هفتم اسفند ماه در زندانهای شهاب کرمان، بندرعباس، جیرفت و عادل‌آباد شیراز جمعاً 22 زندانی از جمله یک زن را اعدام کرد. بامداد روز چهارشنبه 6 زندانی سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این زندانیان شده بود. دژخیمان خامنه‌ای پیکر این 6 زندانی اهل سنت را تحویل خانواده‌های آنها ندادند و خود دفن کردند. 17 زندانی محبوس در زندان رجائی شهر کرج طی بیانیه‌ای به اجرای احکام اعدام 6 زندانی اهل سنت در این زندان در سحرگاه چهارشنبه اعتراض کرده و گفتند ماشین اعدام نیز چاره‌ساز رژیم نیست. نگار حائری زندانی سیاسی و وکیل دادگستری که پس از حدود 8 ماه بازداشت روز چهارشنبه ششم اسفند ماه از زندان قرچک ورامین آزاد شده است، گزارش تکان دهنده ای از شکنجهگاه قرچک را منتشر کرد. گروه‌هایی از آموزگاران کشورمان در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر از جمله در تهران برگزار شد. یک دانشجوی رشته ماشین‌های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری پنجشنبه شب گذشته خود را در خوابگاه دانشجویان حلق‌آویز کرده است. علی مطهری اقدام قوه قضائیه در ممنوع التصویر کردن محمد خاتمی را اقدامی خلاف قانون و باعث افزایش خفقان در ایران دانسته و گفته این سطح از خفقان در دوران پهلوی هم سابقه نداشته است. شهرداری شهر سلماس پس از آنکه تندیس فردوسی را از یکی از میدانهای این شهر حذف کرد، به دلیل اعتراض شدید مردم مجبور شد با یک معذرت‌خواهی رسمی بار دیگر تندیس فردوسی بزرگ را به مکان خود بازگرداند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان همدان گفت یکی از کارمندان کمیته امداد شهرستان تویسرکان در چند سال گذشته از محل تسهیلات خود اشتغالی مددجویان این نهاد 120 میلیون تومان اختلاس کرده است. محمد رضا رحیمی معاون سابق احمدی نژاد که به جرم اختلاس به زندان محکوم شده، هنوز وارد زندان نشده به مرخصی آمد. این در حالی است که بعضی از جوانان زندانی سیاسی پس از سالها هنوز به مرخصی نرفتند. یک روحانی اهل سنت در شهرستان سلاس باباجانی استان کرمانشاه روز جمعه 8 اسفند ماه از سوی افراد ناشناس ترور شد. سناتورهای ارشد آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه لایحه‌ای را پیشنهاد دادند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با رژیم ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دولت آمریکا روز جمعه آنچه را که اصول خود برای دستیابی به یک موافقت نامه با رژیم ایران به منظور محدود کردن برنامه هسته‌ای این رژیم نامید ارائه کرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گفت هر گونه توافقی تضمین خواهد کرد که رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این معیاری است که ما برای دستیابی به یک توافق خوب در نظر خواهیم گرفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد رژیم ایران هنوز اطلاعات کلیدی در مورد برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از جمله آزمایش‌های انفجاری و سایر اقداماتی را که ممکن است برای تحقیقات در مورد بمب اتمی صورت گرفته باشد ارائه نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه اپیک گفت رژیم ایران بزرگترین حامی تروریست در جهان است. این رژیم تروریست ها را در هر 5 قاره آموزش می دهد و عامل ایجاد وحشت در همه جهان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رژیم ایران روز سه‌شنبه درخواست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر اینکه تهران فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را برای دست کم 10 سال متوقف کند رد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند.
به نوشته جام جم سرا، عده‌ای از دانشجویان دختر شهرستانی که در تهران مشغول تحصیل هستند برای تأمین مخارج زندگی و تحصیلی خود مجبور به گل فروشی و شستشوی سنگ قبرها شده اند. مراجع تصمیم گیری و امنیتی در ایران از اهدای تندیس مهر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت، جلوگیری کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، یک کشتی حامل انواع موشک که به طور غیرقانونی توسط رژیم ایران برای نوار غزه بارگیری شده بود، توسط نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ ضبط گردید. در پی کشتن یک سگ توسط راننده یک اتومبیل شخصی و پخش عکس‌های دهشتناک آن در شبکه‌های اجتماعی، انجمن حمایت از حیوانات در یک اعلامیه خواستار شد فرمانده انتظامی خراسان رضوی اقدامات لازم برای برخورد با فرد خاطی و معرفی به دستگاه قضایی را هرچه زودتر انجام دهد. به گزارش سهام نیوز گفته می شود از میزان سبد کالای نوروزی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران در آستانه سال نو کاسته شده، در حالی که اداره روابط عمومی این سازمان در سال جاری 3 میلیارد تومان برای خرید بادکنک های تبلیغاتی هزینه کرده است. در حرکتی منحصر به فرد و جالب، گدایی با نوشتن اعلامیه درخواست کمک از مردم شهرستان گچساران برای ازدواج با دو زن اقدام به تکدیگری می کند. شب و روزتان خوش.